هیچ رجحانی و فضیلتی در این زحمت و مشقت وجود نداره، بلکه اگر عمل به وسوسه شیطان باشه بدون برو برگرد حرامه. خب وقت راه درمان چه؟ راه درمانش دو چیزه، یک توسل و دعا کردن و خدا کمک بخواد. چه دعاهایی بکنن؟ همین به خدا بگن، به خدا پناه همین سوره ناس رو زیاد بخونیم، قل اعوذ برب الناس. هر وقت خواستیم بریم وضو بگیریم، خواستیم بریم مثلا چیزی رو آبکشی کنیم، همین سوره رو بخونیم، اعوذ بالله بگیم، به خدا پناه ببریم که او ما رو حمایت کنه، ملائکه بیان که شیاطین نزدیک ما نشن. دوم این که اعتنا نکنیم. کافیست یک هفته انسان همونطور که فرمودید گفته بود اصلا وضو من باطله، باشه من میخوام با وضوی باطل نماز بخونم، چون تکلیفم همینه. ما به تکلیف باید عمل کنیم. ما مکلف به طهارت واقعی نیستیم، ما مکلف به اینکه اعمال حتما طبق واقع باشه نیستیم. ما مکلفیم که شک بین 3 و 4 مثلا انسان احتمال میده، احتمال بیشتر میده رکعت مثلا 4م، ظن بر رکعت 4م داره، به ظن خودش باید عمل کنه، بر رکعت 4م رو تمام کنه. حالا در واقع ممکنه رکعت 3م بود، این نماز از او پذیرفته است. مهم اینه که ما نمازی طبق دستور بخونیم. دستور در اینجا اینه که به ظنتون عمل کنید. حالا ممکنه 3 رکعت بوده، خب باشه، شما دستور رو عمل کردید. طبق واقع بودن به این معنا ملاک نیست. در نجس پاکی همینطوره، در طهارت و نجاست ما راه دوم عملی نداره، یک راه داره و اون این که انسان به این وسوسه عمل نکنه، بعدم بگه که خوبی که از طرف دشمنه، من قرار نیست به پیام‌های دشمن پاسخ من مثبت بدم. و اگر یه مدتی ما عمل نکنیم، گفتن که شیطان متکبره، وقتی میبینه حرفش مورد اجرا قرار نمیگیره دست برمیداره، بهش برمیخوره. این به نفع ماست خیلی، و این واقعا همینطوره. البته این که میگم یک راه داره، در این یک راه از دیگرانم میشه کمک گرفت. انسان به یک کسی اعتماد کنه، بگه تو نگاه کن به من بگو، هر چی تو گفتی پاکه، من میگم پاک. یادم متدینی که میشه بهش اعتماد کرد و واقعا عمل کنه به این کار. درست. هر چه فشار درونی اومد، وسوسه شد، چون وسوسه فشار عجیبی داره، شور ایجاد میشه. آدم باز هی میره به نماز میسته، میگه من دارم نجس نماز میخونم. میگه خب باشه، من تکلیفم همینه. عمل نکنه به این حالت نفسانی. کافیه ما یک هفته عمل نکنیم، از دیگران کمک بگیریم در همین یه راه، چون راه دوم نداره. راهش همینه، دعا و عمل نکردن. انسان بگه من به تکلیفم عمل میکنم، ولو با حالت نجاست میرم نماز بخونم. چون اونایی که وسوسه شدید میشن میگفتن که یکی از فقها، به نظرم مرحوم آیت الله بروجردی، یه کسی رو که وسواس شدید دادش گفتن تو اگر یقین به نجاستم کردی معتبر نیست، برو کارتو انجام بده، اعتنا نکن. تا این حد.